Top baş. Evet. Erdemir Hanım ne diyor? Ben hizmetim. خب بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم خدمت دوستان خوبمون در پخش اینستاگرام خانه اندیشمندان علوم انسانی و اعضایی که الان از طریق اینستاگرام خانه اندیشمندان وصل هستند. امشب ما در خدمت آقای دکتر حسن افراخته استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در از دانشگاه خارزمی هستیم. دوستان حتما مطلع هستند حداقل در طی چند ماه گذشته مسئله کرونا یکی از پربسامدترین اخبار رو در هم در کشور ما و هم در دنیا داشته. کرونا ابعاد مختلفی داشته، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، ابعاد مختلفی داشته. ما از استاد خوبمون جناب آقای دکتر حسن افراخته خواهش کردیم متناسب طالبه اون عنوان کلی کرونا پیامدهای که با توجه به زمانی که الان در خدمتون هستیم بقیهش هم در قالب پرسش و پاسخی که دوستان متناسب با صحبتهایی که حضرت عالی میکنید مسئله میکنید سوالات اونا رو در خدمت شما خواهیم بود. با عرض سلام و احترام و تشکر فراوان از مسئولان خانه اندیشمندان علوم انسانی جناب آقای دکتر کاویانی، آقای دکتر قاسمی و آقای دکتر مهرجو، اجازه میخواهم بر کادر بهداشت و درمان پرستاران عزیز و پزشکان گرانقدر و ایثارگرانی که در سرتاسر ایران و بلکه کره خاکی در خدمت و در کنار مردم بوده اند از صمیم قلب درود بفرستم. شیوع کرونا زندگی پر استرابی را بر مردم و خانواده ها تحمیل کرده است. در اینجا کوشش بر آن است که پیامدهای شیوع کرونا بر پایه سه فرض جغرافیایی اقتصادی به اجمال بررسی شود. فرض نخست آن است که عوامل اقتصادی در متن روابط اجتماعی و نهادی دیده می شود، به اصطلاح کانتکستوال هست. دوم آن که روندهای اقتصادی پس دپندنس یا وابسته به مسیرند، به این معنی که تصمیمات گذشته در عمل اقتصادی امروز و آینده ایفای نقش می کنند. و سوم کانتیجنت هست، یعنی احتمالی بودن در روندهای اقتصادی، و آن این است که نمیتوانیم روندهای اقتصادی رو بر اساس قوانین فیزیک، ریاضی و قوانین فضایی تحلیل کنیم. بر این مبنا کرونا شوک اقتصادی است که با شوک‌های دیگر اقتصادی جهان تفاوت دارد و تفاوتش بدین دلیل است که اولا خودش نااطمینان است، به این معنی که نمیدانیم کی تمام خواهد شد و چه وقت طول خواهد کشید. دوم این که در کشورهای مختلف مدیریت همتوانی در مبارزه با بیماری کرونا مشارکت ندارد، و سوم این که توان کشورهای مختلف بر حسب ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی اونا متفاوته، یا به عبارت دیگر مدیریت واحدی مبارزه علیه بیماری کرونا را هدایت نمی‌کند. با این وضعیت اگر پراکندگی جغرافیایی بیماری کرونا را نگاه کنیم، پراکندگی جغرافیاییش از مسیرهای تجارت و بازرگانی دنیا تبعیت میکنه، بدین معنی که از چین شروع شده و به خاورمیانه رسید و رفت به
اروپای شمالی و بعد آمریکا و از اونجا به آمریکای لاتین و سایر کشورهای دنیا. اما شدت عمل و خسارات اون تابع اقتصاد ناظر بر کشورهاست. ولی در سطح درون کشورها هم 4 عامل در میزان خسارتش اثرگذار بوده است. اولی فقر. در آمریکا، در ایالات متحده آمریکا، میزان خسارت سیاه‌پوستان 2.5 برابر سایرین است. در اسپانیا افراد فقیر 7.5 برابر هفت برابر سایرین آسیب دیدند. به طور کلی آسیب دیدگان افراد فقیر 10% بیشتر و 15 سال زودتر هستند. پس بنابراین اونجوری که گفته میشه یک ویروس دموکرات هست، چندان هم دموکرات نیست و اغلب معاشرت دارد با افراد غنی و سختگیر هست در برابر فقرا. دوم، میانگین سنی هر جایی که سر زده به 70 ساله ها هجوم برده، اما جایی که دیده فقر اینجا وجود داره اومده به 55 ساله ها هم هجوم برده، یعنی خوش مشربتر شده است، به اشتهایش بیشتر شده است. و سوم اینکه بیماری های زمینه ای، اونانی که دارای بیماری زمینه ای بودن 10 برابر بیشتر از افراد عادی در برابر این بیماری خسارت جانی و مالی اقتصادی دیدن. و بالاخره اینکه هزینه های عمومی دولت در بخش درمان و بهداشت هر جا که بالاتر بوده خسارت ها کمتر بوده است. اگر ایتالیا را ملاحظه بفرمایید که خسارات بسیاری دید، بدین دلیل بود که به صندوق بین المللی پول بدهکار بوده و متعهد بوده است که در بخش درمان و بهداشت هزینه بالایی نداشته باشد. بدین دلیل دیدیم که دردسر و گرفتاری هایی که در اسپانیا، در ایتالیا با وجود آمد غیر قابل انتظار بوده است. در مجموع اولین اثری که گذاشته بر اقتصاد جهان عبارت از نااطمینانی ها و عدم قطعیت ها هست. به این معنی که خانواده ها به دلیل اینکه اطمینانی ندارن از آینده و اطمینانی ندارن از تداوم درآمدشون، در هزینه های خود صرفه جویی و سعی کردن به نوعی پسنداز حتی به روش سنتی پناه ببرند. در سطح بنگاه‌ها مصرف کالاهای واسطه‌ای کاهش پیدا کرده. در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به دلیل ناامن بودن بانکی، حقوقی، بیمه‌ای و نکول پرداخت کنندگان مشکلات زیادی ایجاد شده. یعنی در سطح جهان بین 30-40% از سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرو کاسته شده و در سال 2019 که کشورهای اقتصادهای نوظهور 79 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده بودند، تنها در عرض 2 ماه در سال 2020 70 میلیارد رو از دست دادند، یعنی از کشورشون پریده است. اشتغال پایین اومده. سازمان جهانی کار ILO پیش بینی کرده است که این پدیده، این شغل، زندگی 81% از کارگران جهان را تحت تاثیر قرار داده. در خود آمریکا تنها در عرض 2 ماه 25 میلیون نفر بیکار شدن. خب این زنجیره تولید جهانی را گسسته و تنها 2 صنعت دارویی، نوشیدنی و صنایع غذایی هست که توانسته را بیفته. و در خود آمریکا صنایع شیر گاوداران آمریکایی به دلیل نداشتن بازار ضربه خورد و حال که بازار خودشون را از دست دادن، امکان به دست آوردن یک بازار جدید و مطمئن هنوز در براشون دور از دسترس‌ها قرار داره. دومی آن است که نظام توزیع کالا در جهان نیازمند یک بازبینی اساسی است.
قبلا نظام های کاپیتالیستی و سرمایه‌داری چنین وانمود می‌کردند که عرضه و تقاضا و دست نامرئی بازار می‌تواند اقتصاد را کنترل و هدایت بکند. وقتی که آشکار شد در اروپا نیاز به مسائل بهداشتی هست، بلافاصله فروشگاه‌های بزرگ خالی از مراکز بهداشتی شدند و قفسه‌ها خالی شد. آنان این که دلبسته به نظام سرمایه‌داری غربی هستند چنین توجیه کردند که پول داره جنس می‌خره، ولی یادشون رفت که می‌گفتند مردم عقلانی برخورد می‌کنند و آن چیزی را که نیاز دارن می‌خرند و سود و منافع خودشون رو بارها به اونها گفتیم که اونها تأمین می‌کنند و تعقیب می‌کنند، ولی اینجا بلافاصله به اونها توصیه کردن که نخرید، یکم برای دیگران هم بگذارید. گویا اون مردمی که قبلا عقلانی عمل می‌کردن، اکومن بودن، حالا از دستشون در رفته و دیگر به توصیه‌های گوش نمی‌کنن، اصلا به توصیه‌ها گوش نمی‌کنن. یعنی سرمایه‌داری نولیبرال با رئالیست که در برخی از کشورها رگه‌هایی از اون دیده میشه، نشون داده شد که چه گپی بین اینها هست و چه فاصله‌ای بین اینها وجود داره. سومین اثرش دیجیتالی شدن جهان است. حمل و نقل کاهش پیدا کرد، مصرف انرژی کم شد و اقتصادهای توسعه یافته دارن خودشون رو به سرعت به سوی تجهیز زیرساخت‌های اینفورمیشن تکنولوژی، تکنولوژی اطلاعات میبرن. خب شما دیدید که در این مدت در کشور ما بسیاری از دانشگاه‌ها موفق نشدن از راه دور تدریس داشته باشند. بسیاری از دانشگاه‌ها به واتساپ متوسل شدن. این واتساپ وابسته به فیسبوکه و فیسبوک چه اقتصادی را در پیش میدانه و چه هزینه‌هایی را در پیش داره و این احتمال داره که بوروکراسی های کشورها را آنچه که تاکنون به عنوان بوروکراسی وبری بوده تحت تاثیر قرار بده. چهارمین مزیت های نواحی هست. تحلیل های فضایی بدین منوار صحبت می کنند که هر ناحیه یه مزیتی دارد. این مزیت می تواند نفت باشه، گاز باشه، زمین کشاورزی باشه، راه‌های دسترسی باشه، جمعیت باشه. اما این شوک نشان داد که هیچ کدوم از اینها در آینده نمیتوانند مزیت باشد. انسان هوشمند تنها مزیت نواحی در آینده خواهد بود و در بنابراین اگر که اینجوری هست، فرار سرمایه اهمیت خودش رو از دست میده و فرار مغزها پررنگتر میشه، زیرا انسان هوشمند محور پیشرفت در آینده خواهد بود و به همین دلیل طبق برآورد World FP یعنی برنامه جهانی غذا، در آمریکای لاتین 8 کشور با 18.5 میلیون جمعیت، در اروپا 1 کشور با 0.5 میلیون جمعیت، در خاورمیانه و آسیا 10 کشور با 43 میلیون جمعیت و در آفریقا 36 کشور با 73 میلیون جمعیت مجبور هستند که بدغذایی و کمغذایی و بیغذایی و فقر غذایی را بپذیرند و باش دست و پنجه نرم می کنند. ایران از نظام جهانی جدا نیست، منفک پذیر نیست، ولی سه ویژگی خاص خودش رو داره که اون رو متفاوت می‌سازه. اولش این است که ما در دهه‌های گذشته از نظر اقتصادی یک سیاست کارایی نداشتیم. متاسفانه تورم بالا، بیکاری بالا، رشد اقتصادی ناچیز بوده. این یک مسئله. مسئله دوم تحریم‌های ظالمانه‌ای بوده که به هر دلیل در ایران و ملت ایران تحمیل شده است. کرونا اومده روی این دوتا نشسته و مزید بر علت شده است. کرونا این یک مسئله که خاص ایران. مسئله دومی که ایران باش دست به پنجه نرم می‌کنه آن است که کرونا اومده متمرکز شده روی بخش خدمات و بخش خدمات آسیب می‌رسانه، در حالی که در ایران 50% جی دی پی ما وابسته به بخش خدماته. 50% اشتغال ما وابسته به بخش خدمات است.
بخش عمده ای از مالیات هایی که در بودجه 99 باید وصول بشه وابسته به بخش خدمات است. بنابراین این تحقق درآمد با نااطمینانی و عدم قطعیت روبرو هست که دولت پولی برای جبران هزینه های بهداشتی و درمانی و سرپا نگه داشتن کسب و کارها نداره یا با مشکل روبرو خواهد شد. سوم، مسئله اقتصاد غیر رسمی است. ما در سال 97 69% خانوارها را داشتیم که اینها پوشش بیمه غیر درمانی نداشتند، اصلا نداشتند. بیش از 70% اشتغال ما در کارگاه‌هایی است که دارای کمتر از 5 نفر کارگرند، یعنی غیر رسمی هستند. در دهک‌های پایین درآمدی 87% افرادمون پوشش بیمه‌ای ندارن، پوشش حمایتی بیمه‌ای ندارن. وقتی که پوشش حمایتی بیمه‌ای این همه مردم ندارند، اصلا سازمان‌های بیمه و نهادهای بیمه کاری نمیتونن براشون بکنن. بنابراین به مشکلات اقتصادی ایران افزوده میشه. اما در سطح جهانی دو رویکرد در مواجهه با این بیماری وجود داره. یکی، اقتصاد را به عنوان مبادله و کسب پول در نظر میگیره. این دیدگاه یعنی انتخاب طبیعی، یعنی هوشمند میماند، فقیر و ناتوان و مسن میمیرد، اگر هم بمیرد نه تنها مشکلی نیست، یه سودی هم بردیم برای اینکه هزینه ها را کاهش میده. این یک دیدگاه هست در سطح جهانی که محکوم کردن بوریس جانسون را که شما انتخاب اسلحه داروین را داری تعقیب میکنید. دومی، اقتصاد در خدمت زندگی مردم، یعنی بازگشت به نوعی دولت رفاه، به دولت عدالت نسبی، به یک نوع شبه سوسیالیستی، سیستم های اقتصادی شبه سوسیالیستی. خب در این زمینه ما دارای یه فرهنگی هستیم که میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند. ما دارای فرهنگی هستیم که اجازه نمیدهد جان انسان فدای اقتصاد بشود. در این زمینه بنابراین ما مشکلمون باز هم بیشتر خواهد شد. در زمینه همچنان که اقلیم یک پدیده جهانی است و راه حل جهانی نیاز دارد، ظاهرش ممکنه بگیم تغییر اقلیم این است که دما بالا میره، این ظاهر قضیه است. البته همینجا خدمتون عرض کنم که اقلیم خودش معلول عوامل دیگری است، خودش ریشه نیست که ریشه کرونا هم باشد، ریش خودش معلول عوامل بسیار دیگری است. اما ظاهرش اینه که دما بالا رفته، یعنی عوامل اجتماعی و روندهای اجتماعی اقتصادی بسیاری درش، تولید و سیاست درش موثره. کرونا هم یک پدیده جهانی است، ظاهرش ویروسه ولی اصلش روندهای اقتصادی و رفتارهای اقتصادی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. با در نظر گرفتن این دو عامل که هدف اقتصاد چیست و دو مدیریت چجوری میتونی بخوای بکنی، آیا میخوای متمرکز حکومت مدیریت بکنی یا اینکه نه قدرت را تقسیم بکنی و مردم رو درگیر بکنه که مبارزه بکنن، با این دو عامل اگر در نظر بگیریم، ما 4 سناریو داریم که خیلی اجمال خدمت شما عرض می کنم. اولی، عدالت محوریه، یعنی دولت رفاه، یعنی دولتی که قوی باشه و از جان و اقتصاد مردم حفاظت بکنه. دوم، همکاری متقابل. در آفریقای غربی در مبارزه با بیماری ابولا این روش بسیار مناسب بوده، این سناریو بسیار جواب داده، اما مشکلی هم داره و مشکلش اینه که گروه های کوچک توان بسیج منابع عظیم و عمده رو ندارن. سوم، سرمایه داری دولتی، یعنی با استفاده از روش کینز، اقتصاد کینزی، کمکی بکنن تا کسب و کارها را بیفته. خب این تلفات بسیار بالا خواهد بود، تلفات بالا به دنبال خودش عواقب و مسائل سیاسی به دنبال میاره. آیا این واقعا میتونه یه روش
خوبی باشه جای تردید فراوان هست. و سناریوی چهارم بهش میگیم بربریت، حتی ممکنه در زمینه به صورت یک اشتباهی پیش بیاد و آن این است که بیماری افزایش پیدا بکنه، بیماران زیاد بشوند، بیمارستان ها تجهیز نباشند، کادر درمان و پزشکی و بهداشتی فرسوده و خسته باشه، مرگ و میر بسیار زیاد باشه، یه وضعیت ناپایداری به وجود بیاد که معلوم نیست در آینده ازش چه نوع مافیایی رشد خواهد کرد. به عنوان نتیجه گیری خدمت شما میتونم اینجوری عرض کنم که در لحظه خاص تاریخی قرار داریم و برای اینکه در یک لحظه خاص تاریخی قرار داریم سه تا دلیل داریم. اولیش این است که تضعیف خدمات همگانی مثل بهداشت و درمان، حالا من اضافه میکنم آموزش و آموزش عالی، مضر و مهلک است. خدمات همگانی را در بخش دولتی نباید تضعیف کرد و به سوی خصوصی سازی بود. دوم اینکه واقعا زمین و سیاره زیبای زمین در خطر است. باید سبک زندگی، سبک مصرف و سبک تولیدمان عوض بشه. و سوم، دانش محور دنیای آینده است. اگر در بخش دانش همکاری بکنن نه تنها کم نمیشه بلکه افزایش هم پیدا میشه، افزایش مییابد. خب این در زمینه کشف ویروس کرونا و واکسن مربوط به آن خیلی میتواند مفید باشد. و در نهایت خدمتتون عرض کنم که جهان بیرحم داروینی اجازه بقا به مردمی میدهد که هم علاقمند به بقا هستند و هم شایسته بقا هستند. باید مواظب بود و بین دو انتخاب سرمایه سالاری تمام عیار و عدالت نسبی انتخاب بجا و شایسته‌ای در این لحظه تاریخی بهمران. خیلی متشکرم آقای دکتر، دست شما در نکنم. آقای دکتر من یک سوال خودم مطرح میکنم و برمیگردم به نظراتی که دوستانمون که صحبت حضرت علی رو شنیدن به نظرتون رو ارجاع میدن. برداشت من این بود که شما خیلی نسبت به وضعیت موجود امیدوار نیستید و همین خاطر میتونم بگم آیا در تحلیل حضرت علی وضعیت اقتصاد آینده جهان، اقتصاد جهانی که توأم با کرونا خواهد بود، خیلی هم پیشبینی ها نمیگن که کرونا کی رخت بر خواهد بست و رفت، ظاهرا شما آینده خیلی خوبی حداقل در کوتاه مدت فرا روی جهان و کشورم خود نمیبینید، درست میگم؟ من اگر که امیدوار نبودم نمیتوانستم معلم بمانم. اگر که هم هر عرصه را بهار و خزانی هست، در عرصه امید ما خزانی نداریم. بنابراین من امیدوارم، اما این امیدواری باید مبتنی بر واقعیت‌های جهانی باشد. وقتی که در دنیا ردیف شده اند که هر کس زودتر و به قیمت بیشتری واکسن رو به فروش برسانه و کسب سود بکنه، وقتی که در تهران ناصر و خسرو جولانگاه کسانی است که از این ممر برای خودشون قبایی بدوزند و در انگلستان و آمریکا شما میبینید، در برزیل به همین صورت، در آرژانتین به همین صورت، هدف اقتصاد کسب سود و مبادله است. این نیاز به هشدار داره و باید بگویم اگر این ره میرویم این ره به ترکستان است. پس در هر صورت در کوتاه مدت من شک دارم، حداقل برداشت خودم رو بگم، من شک دارم اگه صحبت حضرت علی رو مبنای تحلیلمون قرار بدیم، در کوتاه مدت بشر یا مردم به این نتیجه برسند که بخوان اون چیزایی که حضرت علی بهشون اشاره کردید و بهش بپردازن. آقای دکتر یک سوال دیگه از حضرت علی، چون الان منتظر این هستم که دوستانم اون طرح سوال بفرمان. شما رو چند تا عامل خیلی تاکید کردین در صحبتاتون که در دنیای آینده، شاید بگم دنیای خیلی نزدیکی هم هستش، در دنیای آینده این انسان هوشمنده که جهت دهنده به همه این مباحث خواهد بود، دیگه فرار سرمایه خیلی معنا نخواهد داشت، این فرار مغزه، فرار انسان هوشمنده که اتفاقا به نابرابری های جهانی بیشتر دامن میزنه.
شما وضعیت آینده کشور خودمون از این منظر چگونه ارزیابی میکنید؟ ما ولی اگر که البته من آدم سیاسی نیستم ولی نه مثلا ما سیاسی بخشی نیست، از از منظر اقتصاد دارم میگم. بله من همین چون بازتابه اقتصادی که برای مهمه. اقتصادی که من ازش صحبت میکنم جدا از عوامل سیاسی اجتماعی و نهادی نیست، در سه فرضمون عرض کردم سیاست رو اجتماع و اقتصاد با نهاد دارای پیوستگی است، به طوری که آدام اسمیت میگه از حیات جمعی انسان به عنوان اقتصاد نام میبره. خب ما عرض کردیم که کرونا اومده روی دو بستری نشست که یکی سیاست های ناکارای اقتصادی برای کشورمون ایجاد کرده بود و یکی تحریم های ظالمانه. خب این سیاست های ناکاره باید کارا بشه، باید یک تحول نهادی صورت بگیره. اگر تحول نهادی صورت نگیره خب معلومه که نمیشه. این یکی. دوم این در زمینه این تحریم های ظالمانه باز دچار عدم قطعیت هستیم. اگر در سال گذشت آینده در آبان ماه آقای ترامپ باقی بمونه در کاخ سفید یه مسئله ای هست، مشکل همچنان هست. اگر دموکرات ها به کاخ سفید راه پیدا بکنند یک فدوره مذاکره فرسایشی طولانی مدتی خواهیم داشت که به این زودی نیست. تازه در کشور ما اگر به تبعیت از انتخابات اخیر مجلس در سال 1400 یک دولت جوان انقلابی روی کار بیاد باز هم نمیتوانیم چشمانداز مذاکره و روابط با دنیای غرب و حذف تحریم‌ها را پیش بینی بکنیم. اینها همه ابهاماتی است که فعلا حداقل من در این سطح اطلاعاتش رو ندارم. درست. آقای دکتر یک مبحث دیگه. ببینید واقعیت اینه که مباحثی که بهشون اشاره کردید، بیماری های مثل کرونا، مثل ابولا، مثل سارس، مرس، همه اینا ماهیت جهانی به خودشون گرفتن. الان بس بر سر اینه که آمریکا نمیتونه امنیت داشته باشه ولی چین امنیت نداشته باشه، افغانستان امنیت نداشته باشه. بر فرض اینکه ما زیرساخت اقتصادی بسیار پیشرفته ای هم داشته باشیم، اما واقعیت این است که قطعاً از ناامنی که در افغانستان وجود داره و در عراق وجود داره حتما مناطق مرزی ما متاثر خواهند شد. یعنی به عبارت دنیا ناگزیره به سمت نوعی همکاری و تعامل کشیده بشه اثر اجبار. یعنی خب قطعاً اون بیماری از یک شهری در چین شروع میشه و بعد هم خسارات بسیار کلان جانی و مالی بر همه کشورهای دنیا ببین بر خود آمریکا تنبیه میکنه. از ایتالیا اطلاع داره نزدیک 20% اقتصاد دنیا توسط چین داره اداره میشه و تقریبا نه حتما با همه کشورهای دنیا هم تعامل اقتصادی داره و الان هم یکی از شاخصه های جهانی شدن هم تعامله، ترابریه. همه اینها به نوعی به قولم روی امنیت جهانی تاثیر میذارن. به این شکل نیستش اگه الزاما فرار مغزی هم اتفاق بیفته آلمانی ها امنیت داشته باشن و نمیدونم الجزایری امنیت نداشته باشن. این در هم تنیدگی ها اگه قرار من یه خواهشی ازتون دارم در تحلیلتون اگه اینو تقویتش کنی خیلی بهتر میشه. این در هم تنیدگی ها در نهایت جهان رو به اون سمت خواهند کشوند که اساسا دیگه مفهوم شهروندی در مقیاس سرزمین دیگه خیلی معنا نخواهد داشت. یه عبارت جدید داره درست میشه تحت جهانوندی. قطعا پیامدهای اونها دیر یا زود هم به ما خواهند رسید. اگه قطعا اگه همه کرونا از قم شروع نمیشد، از مشهد شروع میشد، از اصفهان شروع میشد، حالا در قم حالا به هر دلیلی از بندرعباس شروع میشد، یعنی قطعا ما دیر یا زود درگیر کرونا میشدیم. به همین خاطر من این خواهشی که ازتون دارم اینه اگه بیشتر تحلیلش کنید این دنیا آینده آیا دنیا بهتری خواهد بود یا دنیایی است که ما باز هم درگیر نابرابری های فضایی و جغرافیایی درش خواهیم بود؟ ما امیدواریم که دنیای آینده دنیای بهتری باشد و احتمال وجود دنیای بهتر هم هست، اما اینجوری نیست که شما خود آمریکا را یک کل واحد ببینید. در خود آمریکا عرض کردم سیاه‌پوستا 2.5 برابر سفیدپوستا متضرر میشن و اگر که اونها بخوان به انتخاب طبیعی و به انتخاب اصلا متوسل بشن و بگویند که آن کسی که تواند میماند، اون کسی که نتواند بمیرد، اگر یه چنین روندی را برپیش بگیرند
در دنیا دیدیم ما، بله اومدن برای اینکه بیماری های وبا و حسبه را درمان بکنن، چون همه گیر بود، چون با اون جان انسان ها جان اونها را هم از بین می برد درستش کردن، اما زخم معده را که از بین نبردن. چرا؟ چون درست کردن زخم معده نیازمند آن بود که سیستم بهداشتی، غذایی، تغذیه مردم، درآمد مردم، حس و جوش مردم حل بشه. اگر این چهار گزینه‌ای که خدمت شما عرض کردم، در این چهار جا ما امیدوار بودیم که اولی که همون عدالت محوری باشه و یک نطفه هایش هم دیده میشه که دولت رفاه باشه، چنان که خود در آمریکا و انگلیس اول قبول نکردن، حتی در بسیاری از کشورهای دور و بر ما هم اول قبول نکردن، ولی بعد دیدن که نه، برای خودشون هم خطرناکه، اومدن متوسل شدن. اما این فقط یک سناریو هست، سه تا سناریو دیگه هم داریم و اون سرمایه‌داری دولتی هست. و در سرمایه دولتی سود وقتی که ارجح‌تر باشه از جان انسان‌ها، لااقل جان انسان‌های سیاه‌پوست و ضعیف و کمبونیه و ناتوان، و در رقابت بین فرد و فرد ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اون اولی، اون گزینش اولی، اون سناریوی اولیمون که عدالت محوری و همکاری هست دولت قوی و علاوه در این کرونا حس ناسیونالیستی رو دامن زده. یعنی برخلاف اون چیزی که شما الان فرمودید همکاری بکنن، یک مقدار مردم در تردید فرو رفتن و حس ناسیونالیستی الان تقویت شده. بنابراین مسائل بسیار پیچیده است و هم نیازمند زمان بیشتر و هم نیازمند اطلاعات بیشتر است. اینی که الان من و شما صحبت کردیم تا امروز میتوند قابل استناد و قابل استفاده باشه. آقای دکتر چون سوالات زیاده، ببخش اگه کوتاه‌تر صحبت کنید ممنون میشم، وقتمونم رو به 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یک از دوستان پرسیده، با سلام و درود، انسان هوشمند در عصر شیوع کرونا چه شاخصهایی باید داشته باشد؟ این شاخصها برای ایران چه ویژگی‌هایی دارد و باید داشته باشه؟ انسان هوشمند انسانی است که علم مثمر داره، خلاقیت داره، نوآوری داره، علمی است که فیسبوک را به وجود آورده، تکنولوژی اطلاعات را به وجود آورده. در مقابلش انسانی وجود داره که از علمی که محفوظات هست در راستای سوداندوزی و در راستای سوداگری به پیش میره، چه دانشگاهی باشد، چه دبیرستانی باشد، چه بازاری باشد. انسان هوشمند انسانی است که میتواند خلاقیت، نوآوری و نبوغ انسانی را رشد بده. انسان هوشمند انسانی است که زیرساخت‌های تکنولوژیکی را درست میکنه که میتوانی در خانه بمانی، دانشگاه را پیش ببری، میتوانی در خانه بمانی، اقتصاد و کارخانه را هدایت بکنی. اگر این در ویژگی خاص ایرانی و خارجی نداریم، ما اصلا باید خدمت شما عرض کنم که علم دستاورد بشری است، حد و مرز نداره. خداوند عالم که نیومده تقسیم بکنه اینجا آسیاست، اینجا اروپاست، اینجا در علوم دنیا دانشمندان بشر در کشور ما هم سهیم هستند. که مگر شما نمیبینید که الان جریان کاریز غنات در ژاپن داره مطالعه میشه، کتاب های ابو علی سینا در دنیای پزشکی غرب داره مطالعه میشه. نه اینکه اونقدر خوش مغز باشیم که بگوییم که فقط این گفته، نه خیر، به عنوان یک پیوند اولیه، یک چارچوب اولیه، بشریت بدون حد و مرز به پیش میره و بنابراین ویژگی خاص انسان هوشمند ایرانی و اون انسان هوشمند عراقی نداریم. انسان هوشمند که در خدمت مردم باشد و نبوغ رو رشد بده. خیلی متشکرم. آقای دکتر سوال بعدی گفتن که با سلام و درود، تحولات اقتصادی پس از کرونا چگونه خواهد بود؟ آیا در ایران در تنوع شغلی مثلا از خدمات به کشاورزی گرایش خواهد داشت؟ در دنیا حتی اگر امروز که داریم با هم صحبت بکنیم کرونا تمام بشه، حداقل من بر اساس استنادهای 50-60-2000 صفحه‌ای که الان هم در اختیار دارم میتونم خدمت شما عرض کنم که
در تا اگر امروز هم قطع بشه اقتصاد دنیا به قبل از کرونا برای اینکه برسه حداقل 2 سال زمان لازم داره، حداقل 2 سال زمان لازم داره. اما در کشور ما اگر اینجوری فکر میکنیم به سوی اقتصاد کشاورزی میریم، یعنی به سوی اقتصاد مولد میریم. اقتصاد مولد در کشور ما اکنون پای چوبین دارد. الان اقتصاد مبادلاتی، سوداگری، آنچه بهش میگن گردشگری، این هست که جلو افتاده، چون زود به نتیجه میرسه. سرمایه بالا نمیخواد، زمان بالا نمیخواد، صبح میکاره، عصر درو میکنه. اقتصاد مولد زمانبره، کم درآمده. بنابراین الان چارچوب این استدلال شکسته هست و نمیتوانیم بر این مبنا حرکت کنیم که ما به سوی اقتصاد مولد میریم. آقای دکتر، یکی از نمودهای صحبت حضرت عالی همه بحث بورسی است که در ایران اساسا خلاف بورس در دنیا عمل میکنه. یعنی اساسا انگار بورس در ایران خیلی چیز نمیکنه. یکی از دوستان سوالی پرسیده بود آیا کرونا رو تحولات بورس هم اثرگذار خواهد بود در ایران؟ شما دیدید که در همین اوایل، در همین چند ماه اخیر، بورس به اصطلاح اقتصاددانان که کار بنده نیست، رشد بادکنکی داشت. خب برست. ما در یک اقتصاد سالم بهش میگیم اقتصاد کازینویی. این برست. اقتصاد مال لاس وگاسه. ما چه جوری میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ و دیدید فوری هم فتیلش پایین کشیده شد. اگر که در اونجا لاس وگاسی وجود داره، در برابرش شرکت های مولد هم هست. متاسفانه اینقدر دمیدیم که گردشگری در شمال ایران، الان بیا ببین چه خبره. تو خونه زن و مردم در داخل خونه خودشون، در کنار این که زن و بچهشون هستن، آدم هایی آوردن که 5 نفر 6 نفر رو پناه میدن که شبی 150 تومن از اینا بگیرن. این شده گردشگری ما. گردشگری یعنی اجاره دادن خونه، نه اندوختن کالا و خرید و فروش کالا و تقویت بنیه اقتصادی. در بازار ماسوله بنده دیروز رفتم، یه دونه کالای ماسوله‌ای که در گذشته بود، چاقو، نمیدونم انواع و اقسام ظروف مسی، وجود نداره، تماما چینیه. این کدوم نوع گردشگری است؟ اگر گردشگری معجزه میکرد، باید برای یونان میکرد که سالها هم داشتن گردشگری. من نمیخوام بگم لازم، واجبه در عصر امروز، لازمه. و الان میبینی کرونا حملهش آورده روی همین بخش اقتصادی که بهش میگیم گردشگری. ولی گردشگری که پایدار باشه، مبتنی بر تولید باشه، نه تنها اجاره دادن خونه، ویلا را اجاره میدیم و سلام. یک از دوستان نوشته که صحبت ها رو ضبط کنید. امشب بارد صحبت ها ضبط خواهند شد و انشاءالله استفاده میکنیم. آقای دکتر، با توجه به اینکه در انتهای زمان قرار داریم، اگه قرار باشه از صحبت های حضرت عالی و سوالاتی که مطرح شد یک جمع‌بندی داشته باشید، در خدمتتون خواهیم بود در 4 دقیقه. کرونا یک بیماری هست که هنوز نه بشر یا در روی زمین نمیدانند که این چه زمانی پایان می‌یابد. اگر اقتصاد، هدف اقتصاد ما سوداگری، کسب سود و درآمد باشد، این کرونا به این زودی برچیدنی نخواهد بود. ماندگار. اگر برعکس هدف اقتصاد را در خدمت زندگی انسانها، انسانیت، برابری، عدالت، آنچه که در فرهنگ ما هم بهش صحبت شده، از حضرت علی نقل میکنند در نامش به پسرش حنیفه که میگوید که نابرابری دین را از بین میبرد، عقل را سرگردان میکند، کینه و درگیری را افزایش میدهد، شدت میبخشد. اگر این جوری باشه، ما رنگ آسایش را در جهانیان، رنگ آسایش را نخواهند دید. آنچه اکنون بر دنیا، در دنیا حاکم است، یه رگه هایی از این دیدگاه دومی، یعنی همکاری، عدالت، محوری است، ولی غلبه بر دیدگاه سودپرستی و سوداگری و کسب سود و درآمد حتی از کرونا به قیمت از بین رفتن جان مردم است. پس آقای دکتر، من میتونم این نتیجه گیری رو در انتها داشته باشم که حداقل در کوتاه شما مدت مختاری نه نه من صحبت حضرت عالی
در حداقل اینه که در آینده نزدیک با توجه به جان با توجه به واقعیت های حضرت علی شما مختاری کردید. اختیار دارید در آینده من آقای دکتر مبنای بحث تحلیلی که دارم انجام میدم صحبت شما فرمودین است برابر گاری است با سوداگر دو مدت نمیتونیم به اون سمت بریم و همین خاطر که پایانی هم برای کرونا متصور نیست. حداقلش اینه که در کوتاه مدت دنیا تلفات بسیار سنگینی را تجربه خواهد کرد و عملا در بسیاری از کشورهایی که اون توسعه یافتگی لازم رو نداشتن و اون زیرساختهای پزشکی و بهداشتی رو نداشتن هزینه های جانی و مالی هم گسترده خواهد بود. منتها من فکر میکنم باز هم اگه صحبت های حضرت علی مبنا قرار بدیم این هزینه انقدر بالا خواهد بود، انقدر دردسر آفرین خواهد بود که حداقل بخش های روشنفکری جوامع رو، اندیشمندان رو به این فکر وادارد این شکل از نگاه به جهان، این رویکرد سودنگاری جهان را به سمت تخریب و ویرانی خواهد برد و عملا جهان ما جهان امنی نخواهد بود. به همین خاطر ناگزیریم برای اینکه بمانیم و زندگی کنیم جهانمون رو به سمت دیگری ببریم که الزاما در آن سود تعیین کننده نهایی نباشد. امید ما چنین هست، ولی در فرهنگ خودمون میگفتیم که عدل علی با شمشیر علی هم نیاز داره. این شمشیر علی امروز میگیم که تشکل‌های انسانی تعقیب کننده نظم اجتماعی عدالت محور، خب اون هم بیکار نمی نشینه، اون هم در اون سوز اونها هم بیکار نمی نشینن و دنیای خودشون رو دو دستی تقدیم فقرا نمی کنند، چن اگر نمی کنند. بنابراین یک موضوع هست که هر چقدر بشر متشکلتر و مسلحتر بهش بپیونده توفیق تطمیق خواهد. آقای دکتر خیلی متشکرم. ما زمانمون تقریبا چند ثانیه دیگه به پایان خواهد رسید و برنامه‌مون قطع خواهد شد. از اینکه لطف کردید و دعوت ما رو از خانه اندیشمندان و علوم انسانی و گروه جغرافیا رو پذیرفتید از شما متشکرم آقای دکتر. از بینندگان عزیزمون هم که لطف کردن با ما امشب همراهی کردن متشکریم و همه شما رو با جمله پایانی که فکر کنم آقای دکتر می‌خواهند فرمود به خدای بزرگ خواهیم سپرد. آقای دکتر جمله آخر. من هم از همه شما و از خانه اندیشمندان و جناب آقای دکتر قاسمی دوست عزیزمون آقای دکتر مرجو و شخص جناب علی صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم و توفیق بیشتر شما را از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم. موفق باشین انشاءالله. خدا نگهدار همگی. آقای مرجو زفتش با شما حضرت علی.